صبحتان بخیر، باز هم به ادامه برنامه صبح زندگی خوش آمدین. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند کسی که ازدواج می‌کند نیمی از ایمانش را تکمیل کرده و یک موفقیت بزرگی در زندگیش حاصل کرده. اما اینکه این موفقیت در زندگی انسان‌ها چگونه باید پایدار باشه، چگونه خانواده خود را بتانیم یک خانواده موفق از دید اسلامی داشته باشیم و بتانیم حفظش بکنیم، در این رابطه مهماندار هستیم و می‌خوایم بحث بیشتر را با اونا انجام بدیم. محترم سید یعقوب همدرد استاد پوهنتون با ما هستند. استاد خوش آمدین به صبح زندگی. صبح شما بخیر. تشکر. سلام خدمت شما، کارکنان تکنیکی شما، بیننده های عزیز. تشکر میکنم مرا دعوت کردین. سلامت باشین. خیلی هم ممنون از اینکه تشریف آوردین. بین استاد از اینجا آغاز بکنیم که به دید اسلامی ما کدام خانواده ها را میتونیم بگوییم که خانواده های موفق هستند؟ تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. موضوع بسیار جالب و بحث بسیار جالب است که خانواده های اسلامی چون ویژگی های خانواده موفق مسلمان. پس شاید این سوال پیش بینده ها خلق شود که مسلمان ها چرا خانوادهش متشتت و پراگنده است؟ چرا موفق نمیشن در حالی که مسلمان هم هستند؟ الله تبارک و تعالی خانواده های مشخص خودش شاخص گذاری میکنه، نامگذاری میکنه، ویژگی هایش یک ها یک میگه. هرگاه مطابق به می ویژگی ها خانواده بود، بنان خانواده موفق اسلامی است. اگر نبود، خدای نخواسته تجدید عمل کنند. از او جمله ویژگی ها الله تبارک و تعالی میگه و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. یکی ویژگی های ازی است که الله تبارک و تعالی آسمان خلق کرد، از نشانه های قدرت الله است. زمین خلق کرد، این نشانه های قدرت الله است. خواب شب روز ما شما را خلق کرد، نمونه های قدرتش است. و از نشانه های قدرت الله تبارک و تعالی ای است که خلقت خود انسان، ای هم از نشانه های بزرگ خداوند است. الله تبارک و تعالی می خواهد که ویژگی اول خانواده موفقه ای است که چی باید بکنه که اینا موفق شون. لتسکن و الیها، بشر را میگه من خلق کردم از جنس خودت. اگر از جنس غیر می بود چی می شد؟ از جنس خودت انسان خلق کردم که در گریهت گریه کنه، در خوشیت خوشی کنه، در احساسات درونی درکت کنه، تسکین باشه برای بله. انسان بنان خیلی چی میشه؟ اوت یک شخصیت که وقتی که تو جگرخون باشی او هم که جگرخون باشه. اگر غیر جنس تو می بود شاید این احساسات برای او پیش نمیشد. بنان از جنس خود انسان الله تبارک و تعالی میگه ما زوج را خلق کردم لتسکن و الیها، تا که محل سکونت و آرامش باشه. این محل سکونت و آرامش شاید شما بگید چی است استاد؟ محل سکونت و آرامش و مرکز سکونت ای چی خواهد بود؟ بعض تکمیلیات است، نامکملیات است که مرد ناقص است، زن ناقص است. ما گفتن هم میتونیم که فقط زن ناقص است یا مرد، هر دوش نقصان داره. بنان الله تبارک تعالی زوجش را خلق کرد لتسکن و الیها، تا محل سکونت باشه بر مرد، تکمیل شوه. توسط چی؟ توسط عاطفه ای که مرد نداره که در وجود یک زن است، ای را مکمل برای خود بسازه. و زن به خاطر چی تکمیل شوه؟ ای حرامش یک زن در بین در نزدیکی مرد و سکونت مرد چیست؟ قیادت که زن نداره، قیادت خود باید از شوهر بگیره حاصل کنه. اولین ویژگی که اینها تکمیل میشن خانواده موفق همیست که هرگاه در خانواده موفق اسلامی سکونت و آرامش ایجاد شد، بفهمید که خانواده موفق است. دومین ویژگی که الله تبارک و تعالی میگه مودت است. ما یکی کلمه یا واژه حب داریم، یکی واژه محبت. واژه مودت یا ود عمیق‌تر از واژه محبت است. از درون محبت میتونی محبت با پدر، با مادر، با کار، با وظیفه، با اجتماع خود. اما الله تبارک و تعالی کلمه یا واژه ود گرفته که از داخل محبت یک محبت دیگه سرچشمه میگیره. هرگاه خانواده موفق اسلامی امی ویژگی را داشت، این شاخصه را داشت که زندگیشان مودت و رحمت باشه و دیگر رحمت و آرامش باشه. تمام تکالیف دنیا میشه که در خانواده حل شوه و تکالیف خانواده در دنیا حل نمیشه. بنان خانواده محبت، رحمت محل سکونت باشه. بخش ویژگی دیگه که الله تبارک و تعالی
توسط پیامبر خود بر ما میفرماید این است که هر کدام باید در رول خود بازی کنیم. مسئولیتایی که الله تبارک و تعالی به دوش یک خانم کامل مطلق و یا مهمه یک خانم است که را به دوش انداخته که به اناتومی وجودش سازگار است که او تکمیل میشه، این است که خانم در پست خود کار کنه. حالا این مسئولیت ها برای خانم و برای شوهر چه هست؟ بله، مسئولیت اولین مربی بشریت نمیگن که یک آقا است، یک خانم است. محور منزلی یکی از وظایف مهم یک خانم است. بنان الله تبارک و تعالی نظر به اناتومی وجود یک خانم بعض مکملیات یا بعض کارهای بسیار مهمه که مثلا پرورش اطفال است، ایجاد رؤسای جمهور از توان یک مرد نیست، از توان یک خانم است. با عاطفی بودن خود هیچ وقت یک مرد نمیتونه با قیادتی که داره گواری یک طفل تا صبح شور بده. فقط این در وجود عاطفی یک خانم پیدا میشه و این خودش در پست خود مکمل است. در وظیفه خود مشخصاتی که الله تبارک و تعالی داده داشته های اسلامی چون وقت برنامه ما فرصت نخواد بده، در کتب و تراث اسلامی وظایف و حقوق یک خانواده که میشه که خود زوجه باشه حقوقش برش گفته شده و میتونه کمی آرامش و سکونتی که برای شوهر است ای چی کند در پست خود باید کار کنه. یک مرد هیچ وقت نمیتونه در پست خانم کار کنه، این خودش تکمیل است در پست خود با. و یک خانم هیچ وقت نمیتونه که در چی کنه در پست یک مرد کار کنه. پس ویژگی دیگه که رحمت است الله تبارک و تعالی توسط پیامبر خود میگه، پیامبر آخرین وصیتش ترحم بر کی بود؟ بر خانواده. ما شما را توصیه میکنم در حجۃ الوداع پیامبر میگه شما را توصیه میکنم به چی؟ به اینکه با خانمایتان به نیکی رفتار کنید. تفسیر آیت شریفه است که و عاشروهن بالمعروف خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما مردا ولو که مفتی هستی، ولو که پروفیسور هستی، ولو که موچی هستی، ولو که خیاط هستی، هر کس که هستی بهترینتان بهترین در خانوادهت هستی. نیک بهترینتان در پستت باشه، در ادارهت بهترین در خانوادهتان باشین و ما بهترین شما در خانواده خود هستم. عایشه صدیقه حکایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم داره که پیامبر اخلاق خانوادگیش چه قسم بود؟ کان خلقه القرآن. خلق پیامبر خلق قرآنی بود. چیزی که الله گفته بود امور تطبیق در خانواده میکرد. آخرین ویژگی که خانواده موفق دارا میباشه یک بررسی میکنه از چی؟ آیا ما تونستیم که اسلامی که قبول کردیم معرف شخصیت الله در روی زمین هستیم، خلیفه خدا در روی زمین هستیم، قوانینش را در این خانواده تطبیق کردیم یا نه؟ یک بازنگری کنه، یک امتحان از خود خانم، از فرزندان، خانم از شوهر، شوهر میتونه از اولادای خود بگیره، از خانم خود بگیره، او امتحان چی است؟ دلیل شرعی برای چی داریم که آیا امی عقیده که دین مبین اسلام که تو یک خانواده موفق خطاب کرده با مو عقاید ناب اسلامی تو مزین هستی، ملبس هستی یا نه؟ او چی است؟ حضرت یعقوب علیه السلام وقتی که مرگ نزدیک برش میشه الله برای ما حکایت رو میکنه. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحده و نحن له مسلمون. یک بازنگری کنیم خانواده ما که صفحات سفید ای اولادها را که بر تو داده، پروژه ای که الله تبارک و تعالی بالای سرمایه گذاری کرده که انسانیت است، سرزی سرمایه گذاری کرده با وقت و اشرف مخلوقات تو انسان است ساخته. پروژه است پروژه زوجیت که متشکل از مرد و زن است، فقط برای تمتع و استفاده از یک دیگر نیست، به خاطر عزیز که اولادهای صالح را تولید کنند و به جامعه انسانیت تقدیم کنند تا اینا بر یک زمان دیگه که در زمان جدید که اینا بزرگ میشن بر اون زمان تقاضاهایی که بشریت داره اینا جوابگوی از دیدگاه اسلام باشه. بنان یک بررسی کنین که آیا عقاید خانواده عقاید شرکی است یا نه؟ آیا عقایدی که تو میگی مسلمان هستم یک تاپرستی است؟ یعنی یا خانواده تو در نام مسلمان بوده و در حقیقت یک خانواده غربی غیر اسلامی بوده. ما چه قسم میگیم؟ یک مثال بسیار کوتاهی که برای ازی که خانواده موفق نگفتیم، خانواده موفق به طور عام که شامل
کافر و مسلمان میشن. ما میگیم خانواده موفق اسلامی چی ویژگی داره؟ ویژگی شمی است که محل سکونت برش الله تبارک و تعالی از جنس خودش خلق کرد، زوجش خلق کرد تا تولید و تکامل انسان باشه و در جامعه انسانی تقدیم شوه. یک مثال که ما میتونیم که خانواده موفق غربی بله موفق هستند و اینا گرفتن هر کدام در پوست خود کار نکردند، یک فساد اخلاقی را که الله میگه درد تو را احساس کنه، هدف مشخص از تولید نسل است، اینا گرفتن همجنسگرایی را عقلا علما در پارلمان پاس کردند. آیا میشه که عقل انسانی زیر تحت تاثیر بره؟ آیا میتونیم که علم را که الله تبارک و تعالی از دیدگاه طب داده که باعث طرف مقابلت یک زن باشه که تولید و تناسل باشه اینجا. بنان همجنسگرایی است که ما نمیتونیم با اوت یک خانواده ها خانواده موفق بگوییم. حالا بیاین استاد از خانواده هایی برای ما بگوییم که ما در افغانستان داریم. خانواده هایی که اکثرا فقیر هستن، خانواده هایی که شب روز زحمت میکشن تا اینکه بتونن حداقل امورات زندگیشان را به شکل درست به پیش ببرن و این فقر، بیچارگی و گاهنم نادانی خودشان سبب شده که مشکلات خانوادگیشان بیشتر شود. و اولین نکته ای که شما ذکر کردین مسئله این که اینا بتونن در خانوادهشان آرام باشن، آرامش را حس بکنن، در کنار همدیگر متاسفانه ندارن. این خانواده از کجا باید آغاز بکنن؟ چگونه زندگیشان را ببرن به طرف از این که یک خانواده موفق باشن؟ تشکر. سوال بسیار تکنیکی. واقعیت که مشکلات خانواده امروز مسلمان افغانی همی است که منجر این زندگی زوجیت منجر به طلاق میشه و طلاق چیزی است که الله تبارک تعالی سخت از این نفرت داره و نمیخواد که ای عقد و پیمان غلیظی که بین زوجیت ایجاد شده ای به گپ های اندک که تو نان کم آوردی، نان شور کردی، چرا نمیتونی که مصارفی که ما ضرورت دارم پوره کنی؟ دهی تو گپ های بسیار خرد و ریزه دین مبین اسلام اصلا برش ارزش قائل نیست. پس چرا از کجا شروع کنن؟ خانواده های امروزی در فقر اقتصاد بسیار بالای نظر به خانواده صحابه و پیامبر داشتند. اونا فقیرتر از ما بودند اما درک کرده بودند کی را. چرا ما خانواده مشخص نمی داشته باشیم، موفق نمی داشته باشیم، اسلامی نمی باشه ولو که اسلام هستیم؟ این برمیگرده به این که انتخاب دقیق در قسمت خانواده خود نداریم. کی را من انتخاب کنم؟ دین مبین اسلام برای یک دختر حق داده که زوجت انتخاب کو خودت. دیدش میتونی کاتش صحبت کرده میتونی بدون از اینکه اصلا تا بالا عقد رد و بدل نشده، نکاحی نشده، میتونی تو بشینی با او صحبت کنی در موجودیت شخص ثالث. آیا من اجازه کار میدی که کار کنم که صبر منجر به طلاقی نشه؟ آیا مصارفی که من در خانواده پدر خود هستم، در اینجا من پول بسیار زیاد مصرف میکنم، زندگی مرفه دارم، همه امکانات برام فراهم کرده میتونی؟ یا تدریس درس میخونم یا امسالهم اینو برام میتونی بگیرن اینا یک دیگر خوب حل کنن، هضم کنن، این خانواده موفق میشه. از خانواده هایی که عملا زندگی مشترک دارن، طفل دارن در خانوادهشون ولی خوشحال نیستن، همدیگر خود را درک نمی کنن، کوتاه‌ترین نسخه ای که اگر بتونین برشان بگوین چه هست؟ گرچه کوتاه نمیشه، به خاطر چی؟ این نسخه کوتاه نمیشه که اینا اشتباه اول کردن. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که تنکح المرأة لأربعین. شما یک خانم با چهار ویژگی میگیرین ولی فکر میکنین این خانواده ها نمیتونن امروز یک خانواده موفق باشن؟ میشن چرا نمیشن؟ هرگاه ما میخوایم که بخوایم که خانواده ای که موفق نبوده تا فعلا این برنامه رو دیدین، پیام ما براشون این است که اگر میخواین موفق شوین یک تجدید نظر طرفین کنین. تجدید نظر خیلی چی الگو براتون باشه؟ الگو بر ما پیامبر است، ازواج مطهرات است، خانم های صحابه است، ائمه دین است. بیا یک از اونا چرو عکس برداری نمی کنیم که ما یک تصویر از خانواده های غربی و تخمای وارداتی که در اسلام جا نداره و در زندگی افغانی اصلا تطابق نداره. بنان خیلی چی شوه؟ الگو برای خود خانواده رسول الله صلی الله علیه و آله، خانواده ازواج مطهرات، صحابه جلیل قدر، ائمه دین برای خود الگو قرار بدن تا زندگی فلاکت باره امروزشان که خوشبختی دی نیست، لذت دی نیست، مودت دی نیست، لباس یکدیگر هستن، این لباس اوریان شده نیستن. بنان چی که الگو و عکس برداری از خانواده های پیامبر صلی الله علیه و آله بیاین مطالعه بکنین، سیرت نبوی را بخونین، بیاین در رابطه با
پیامبر بزرگ معلومات حاصل بکنین و بدانین که چگونه زندگی اسلامی میتونه که زندگی شما را به شکل درست هدایت بکنه و شما در کنار هم دیگر بتونین به آرامش واقعیتان برسین و نیم دینتان را وقتی که آمدین تکمیل کردین بتونین پس ازی به خوشحالی به او شکل بتونین پیش برین. خیلی هم ممنون استاد از اینکه واسه بودن که تشریف آوردین و بر ما وقت بودین. سلامت باشین. سپاس از اینکه شما هم تا این لحظه بیننده صبح زندگی هستین. همچنان با ما همراه باشین در لحظات بعدی برنامه. مهمانای بعدی هم با ما هستن. میان برنامه کوتاه برمیگردیم. تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین. اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین. اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین. و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین.